به نام خداوند بخشنده مهربان، زبان قرآن و حفاظت از هویت. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین فرموده است: کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. کتابی است که آیاتش به روشنایی بیان شده است در حالی که به زبان عربی است برای گروهی که میدانند. گواهی میدهم نیست معبود برحق جز الله یکتا و بهمتا، و گواهی میدهم نیست که سرور ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان و راستین او باد. اما بعد، زبان ظرفی است که مفاهیم و فرهنگ ها را حمل می کند و زبان یکی از اساسی ترین عوامل تشکیل هویت است و در ساختار شخصیت انسان تأثیری وافر دارد. پس کسی که می تواند به دو زبان سخن بگوید در حقیقت میان دو فرهنگ جمع نموده است، و کسی که به سه زبان سخن می گوید میان سه فرهنگ جمع نموده است و می تواند ثمره عقل های زیادی را بخواند. مگر اینکه زبان مادری انسان همیشه یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ او است. پس کسی که اسرار زبان خود را نداند نمی تواند حقیقت فرهنگ مردمی را درک کند. و زبان عربی ویژگی اساسی دارد و این ویژگی این است که زبان عربی زبان قرآن کریم و زبان حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و بزرگترین معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم همین قرآن کریم با بیان و اسرار لغوی و بیانی آن بود. چنانچه خداوند متعال می فرماید: ان انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون، وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. همانا ما أن قرآن عربي نازل کردیم شاید شما تفکر نماید، و این گونه آن را قرآن عربي نازل کردیم. قرآن عربی هیچ انحراف و کجی را نازل کرده شاید آنان تقوا پیشه کند. و این چنان قرآن عربی به تو وحی کردیم تا ام القرآن یعنی مکه و کسانی را که پیرامونی آن هستن هشدار دهی و از روز جمع شدن یعنی روز قیامت که در آن شک و تردید نیست بترسانی، که در آن روز گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزانند. براستی به سوی شما کتاب نازل کردیم که عزت شما در آن است، آیا آخرت نمی ورزید؟ در آیات دیگری می فرماید: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. و براستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثال زده ایم شاید که آنان پند گیرند. قرآن عربی به هیچ انحراف و کجی را نازل کردیم شاید آنان تقوا پیشه کند. و هیچ کس انکار نمی کند که درک درست دین و گرفتن احکام آن از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون درک درست و دقیق زبان عربی امکان پذیر نیست. پس زبان عربی کلید فهم دین است، طوری که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می گوید: نمی دانستم معنای فاطر السماوات والارض، او آفریننده آسمان ها و زمین است. تا اینکه دو نفر عرب بادیه‌نشین که در مورد چاه آبی با هم اختلاف داشتند نزد من آمدند. پس یکیشان گفت: انا فطرتها، یعنی من در ابتدا آن را حفر نموده بودم. بلکه علمای اصول و فقها و غیره دانستن زبان عربی را یکی از مهمترین شروط اجتهاد پنداشتن. خداوند به حافظ ابراهیم خیر بسیار نصیب نماید از زبان لغت عرب چنین حکایت می کند: کتاب الله را با لفظ و غای آن احتوا نمودم، از هیچ آیتی که در آن پند و موعظه است کم نیاوردم،
پس چگونه امروز از وصف ابزارها و تنظیق نامهای اختراعات کم بیاورم؟ من بحری هستم که در درونم مروارید پنهان است. پس آیا درباره صدفهای من از غواص پرسیده اید؟ همچنین هیچ کس انکار نمی کند که ندانستن زبان عربی با دلالت های آن و عدم تعمق در فهم متون شرعی و متعلقات آن و اکتفا کردن در عمل بر ظاهر متون بدون معرفت دقایق و اسرار آن انسان را دچار اشتباه بزرگی می سازد و گاهی هم صاحب خود را به فهم اشتباه می رساند که باعث مباح دانستن خونها می گردد و بنابراین درک درست قرآن و حدیث فرض و واجب است و این گونه درک بدون آموختن زبان عربی امکان پذیر نیست و آنچه که واجب بدون آن تحقق نمی پذیرد دانستن آن نیز واجب می باشد و حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرمود زبان عربی را بیاموزید چون آن از دین شما است و روزی او رضی الله عنه از نزد قومی گذشت که میخواستند تیراندازی بیاموزند و در آموزش آن اشتباه میکردند. پس آنها را به این سبب ملامت کرد و آنها گفتند اینا قوم المتعلمین، ما کسانی هستیم که تازه میخواهیم بیاموزیم. واژه متعلمین که مرفوع متعلمون بود منصوب گفتن. پس به آنها گفت اشتباه شما در زبانتان زشتر از اشتباهتان در تیراندازی تان است و عبدالملک بن مروان میگوید زبان خود را اصلاح کنید چون گاهی برای انسان حادثه پیش می آید پس می تواند از شخص دیگری جامع یا دیگر چیزی باریت بگیرد ولیکن نمی تواند از کسی زبانی باریت بگیرد و زیبایی مرد در فصاحتی او است. ستایش مخصوص ذاتی خدایی است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر اشرف خلق سروری ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و بر همه آل و اصحاب او باد. بدون تردید زبان قرآن جامع و حافظ میراث فرهنگی امت اسلام است و در طول تاریخ پایه‌های فکر و فرهنگ را نگه داشته و بقا و جاودانگی فکری امت را تضمین می کند. وجود هر ملت وابسته به وجود زبان آن است. پس ملت هایی که زبانشان نابود شده است آن ملت ها از بین رفته و به فرهنگ ملت های دیگر ذوب شدند. بنابراین توجه به زبان یکی از اساسات توجه و حفاظت از هویت پنداشته می شود. پس زبان بیانگر وحدت صف، وحدت هدف و وحدت فکر می باشد. همچنان زبان ظرف مهم فرهنگی هر ملت محسوب می شود. پس ما چقدر نیازمند هستیم تا از خواب گران بیدار شویم و در برابری زوبسازی زبان و هویت خود مقاومت کنیم و برای تقویت قوت دفاعی تمدن خیش را در برابری امواج ویرانگر از طریق حفظ زبان قرآن و توجه به آن کار و تلاشی جدی نماییم چون این زبان مفتاح هویت ماست و افتخار به زبان و افتخار به هویت و خدمت برای آن در واقع خدمت برای دینی و وطن است. پروردگار مصر و همه کشورهای جهان را از هر بدی محفوظ بدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.